برنامه شماره 397. در این برنامه شرح حال علامه اقبال لاهوری را آمیخته با آهنگی در دستگاه ماهور از رکن الدین خان مختاری خواهید شنید. ایرج با آوای خود و همکاری همایون خرم، مجید نجاتی، ناصر ارتقا، غزلی از این شاعر گرانمایه را به سمت می‌رساند. گوینده آذر پژوهش. شود پرده چشمم پر کاهی گاهی، دیده ام هر دو جهان را به نگاهی گاهی. وادی عشق بسی دور و دراز است، ولی کی شود جاده صد ساله به آهی گاهی. در طلب کوش و مده دامن امید در دولتی هست که یابی سر راهی گاهی. ابیاتی را که شنیدید از اقبال لاهوری است. شاید قرن‌ها بگذرد تا شاعری همچون محمد اقبال در پاکستان و در زبان فارسی پدید آید و شاید تاریخ یک قوم دیگر نامی به درخشندگی نام اقبال به خود نبیند. مسلمانان شبه قاره هند و پاکستان حیات و استقلال سیاسی خود را به میزانی بس عظیم مدیون این شاعر و فیلسوف و متفکر بزرگ می باشند. محمد اقبال در اصل از اهالی کشمیر است، ولی وی در شهر سیالکوت در ایالت پنجاب قدم به عرصه وجود گذاشت و تحصیلات خود را در سیالکوت و کالج دولتی لاهور ادامه داد
و پس از آن به اروپا رفت و از دانشگاه هایدلبرگ به اخذ درجه دکترا در فلسفه نائل شد. وی در اروپا به معرفی فلسفه عمیق و عالی مقام شرق پرداخت و طی دو رساله تحول حکمت ماوراء طبیعت در ایران و تجدید بنای فکر اسلامی، فلسفه شرق را با فلسفه متفکران غربی مقایسه کرد. اقبال پس از بازگشت به لاهور مدتی به تدریس فلسفه و وکالت دادگستری پرداخت و نیز چند دوره از طرف مردم پنجاب به نمایندگی در مجلس پنجاب انتخاب شد. در این دوران بود که با استعمار و استثمار به مبارزه پرداخت و رهنمون آزادی هموطنان و همکیشان خود گردید. اقبال این زمان در فضل و دانش به مرحله ای رسیده بود که وی را علامه خواندند و به راستی که این عنوان جامعی بود بس مناسب برای شخصیتی همچون اقبال. اقبال در بیان افکار فلسفی از کتاب آسمانی الهام می‌پذیرفت و ماحصل قوطه‌وری در دنیای اندیشه را در زلال شعر فارسی ارائه می‌داشت و بدین گونه بر گوهرهای تابناک گنجینه ادبیات کهنسال و زوال ناپذیر فارسی درهای دیگری افزود. محمد اقبال در سال 1317 هجری در شهر لاهور دیده از جهان فروغ است. وی خود می دانست که در گذشت او برای جامعه بشری چه ضایعه‌ای خواهد بود. از این رو به هنگام رهسپاری از جهان فانی به سرای باقی چنین مترنم بود: سرود رفت باز آید که ناید، نسیمی از حجاز آید که ناید. سرآمد روزگار این فقیری، دگر دانای راز آید که ناید. Thank you.
Come on!
شود پرده چشمم پر کاهی گاهی، دیدم هر دو جهان را به نگاهی گاهی. وادی عشق بسی دور و دراز است، ولی طی شود جاده صد ساله به آهی گاهی. در طلب کوش و مده دامن امید به دست، دولتی هست که یابی سر راهی گاهی. گل شماره 397.